همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل خوش آمدید. آقای روشندل، ایران اساساً کجاست در این خاورمیانه جدیدی که داره شکل میگیره به نظر شما؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. اجازه بدید با این مطلب شروع بکنم که تهران اصرار داره که توان بازدارندگی منطقه‌ای داره و حتی در بعد جهانی چنین ادعایی میکنه، در حالی که توان بازدارندگی نظامی بدون به اصطلاح یک حمایت اقتصادی متناسب با یک چنین توانی نهایتاً راه به جایی نمیبره. به این دلیل است که شما میبینید اردوغان، ترکیه در منطقه به سرعت گامهایی رو برمیداره که کشور جمهوری اسلامی قادر نیست حتی یک دهم اون رو هم دنبال بکنه و به نتیجه برسه. مهمترین بعد قضیه ناتوانی و اقدامات غیر عقلایی جمهوری اسلامی است در سطح منطقه و در سطح جهان که نمیتونه حمایت کشورهای بزرگ دنیا و حمایت کشورهای منطقه‌ای و حتی قدرت‌های مثل چین و روسیه رو اونجایی که لازم هست به دست بیاره. بنابراین در یک چنین خاورمیانه در حال تغییری خیلی زود باید بگیم که جمهوری اسلامی هم تبدیل میشه به یک چرخ پنجمی که نقش خاصی نه در بازدارندگی نه در توان و به صورت توازن اقتصادی منطقه نخواهد داشت و کشورهای دیگر منطقه به سرعت از او پیشی خواهند گرفت به دلیل اینکه میدونن کجا چه نوع بازی رو انجام بدن. سیاست خارجی ترکیه یک نمونه ای از این نوع بازیگری در منطقه هستش. آقای روشندل، اما برگردیم به همین سفر آقای اردوغان. فکر می‌کنید که چرا آقای اردوغان الان تغییر سیاست داده و داره بازیگری جدید رو اعمال می‌کنه در منطقه؟ دقیقاً ببینید، چند ماه پیش به خصوص در اون بحران زمین لرزه ترکیه به نوعی میشه گفتش که به لحاظ اقتصادی دچار بحران بسیار شدیدی شد که کسی فکر نمی‌کرد بتونه از اون به اصطلاح سر راست بکنه. اما اردوغان نشون داد که میتونه پارادایم سیاست خارجی رو هر جایی که لازم باشه تغییر بده و اون اوتوپیای عثمانی، اسلام عثمانی رو کنار بگذاره، بلکه به سمت یک سیاست فراگیر منطقه‌ای بره. با عربستان همین در این سفر دیدیم و در طول سه روز اخیر فقط عربستان نبود، قطر و روز چهارشنبه در امارات متحده قراره مذاکرات صورت بگیره. حتی در مورد سوریه هم پیشرفتهایی خواهد داشت، اگرچه ممکنه که به خاطر نفوذ نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه پیشرفت در سوریه چندان سریع و یا مهم نباشه. ولی چرخش سیاست خارجی آقای اردوغان به خاطر حسن اداره مملکت است. یک کشوری که عضو ناتو هست و احساس نمی کنه که بایستی بازدارندگی انفرادی داشته باشه و به خاطر اون توان و امنیت و ثروت ملی رو هزینه بکنه. اینجا نقطه مغایر هست با سیاست های ایران که فکر میکنه تمام سرمایه رو باید روی نظامیگری بگذاره و بخش اقتصاد رو ندیده بگیره و سیاست به اصطلاح عقلایی با کشورهای منطقه رو ندیده بگیره. اردوغان در صدد است که کمبودهای مالی خودش رو از طریق تغییر در سیاست خارجی به نزدیکی به کشورهای ثروتمند منطقه تأمین بکنه و این سفر چند روزه نشون میده، اگرچه حتی در چند ماه اخیر ما میبینیم که افزایش 10 برابری صادرات در مورد عربستان دیده شده و به زودی با سایر کشورها این تغییرات چشمگیر خواهد بود، در حالی که ایران روز به روز داره عقب میمونه و اون حمایت رو به خاطر سوی سیاست خارجی و غیر منطقی بودن خواستا از بازیگران منطقه‌ای و یا نداشتن اولویت، تمام که در گزارش شما بود که آقای رئیسی در سفر خودش صحبت همجنسگرایان رو میکنه، بحث همجنسگرایان که 1% ناچیزی از جمعیت دنیا هستن چجور میتونه اهمیت استراتژیک داشته باشه
وقتی که ثروت ملی، منافع ملی و امنیت ملی کشور در خطر است.